انفجار یکی از ترانسفورماتورهای معدن سوما روز سه‌شنبه گذشته یکی از تلخ‌ترین حوادث رخ داده در معادن ترکیه را رقم زد. آتش سوزی در هنگام تعویض دو شیفت کارگری در معدن زغال سنگ سوما در استان غربی مانیسا اتفاق افتاد. دولت ترکیه این اتفاق را فاجعه خواند و سه روز عزای عمومی اعلام کرده است. امروز آتش در بخش‌های دیگری از معدن شعله‌ور شده است و ادامه حریق و قطع برق عملیات نجات را با دشواری فراوان مواجه کرده است. ما وجود دو کارگر دیگر را در زیر زمین مشخص کردیم و عملیات برای یافتن آنها ادامه داره. تا به حال 485 معدنچی نجات داده شدند و 301 نفر جان خود را از دست دادند. اما بیرون معدن نیز ولوله برپاست. دوستان و خویشاوندان معدنچیان چند روز است که در اطراف معدن گرد آمدند. آنها نگران یا عزادارند و خشم و اندوه آنها به سرعت وجه اعتراضی یافته است. اعتراضی که در سراسر ترکیه پخش شده. معدن سوما متعلق به بخش خصوصی است و انتشار روایت‌های افراد حاضر در محل نشان از شرایط غیر استاندارد آن دارد. اعتراض دلایل دیگری نیز دارد. روز چهارشنبه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برای بازدید محل به معدن سوما رفته بود و محافظ او یکی از معترضین را زیر ضربات مشت و لگد گرفت. گفته می شود اردوغان نیز به صورت یکی از معترضان سیلی زده است. روز پنجشنبه کارگران ترکیه در اعتراض به شرایط بد معادن در آن کشور دست به اعتصاب سراسری زدند و انتشار اخبار مربوط به معدن در شبکه‌های اجتماعی مردم معترض را در شهرهای بزرگ از جمله استانبول به خیابان‌ها کشاند. ما اینجا گرد آمدیم تا با قربانیان و خانواده های آنها همدردی کنیم. به احترام غم سنگین آنها امشب سکوت کردیم، ولی این سکوت ابدی نیست. مردم و اتحادیه‌های کارگری خواستار پاسخگویی دولت و پذیرفتن مسئولیت مرگ صدها نفر در معدن سوما شدند و به دنبال انتشار اخبار مربوط به ایمنی نامناسب معدن سوما، یکی از نمایندگان مخالف دولت در مجلس ترکیه اردوغان را متهم کرد که پیش از این طرح پیشنهادی مخالفان برای تحقیق در مورد ایمنی کار و حوادث در معادن ترکیه را رد کرده است. شیده رضایی، صدای آمریکا.